بینندگان عزیز سلام و درود و برنامه جدید خوش آمدید ناتانیاهو در شورای امنیت سازمان و ملل در, سا در اجلاس سالانه خیلی با دستپاچگی سخنرانی کرد باید دستپاچه باشد با چهار جبهه زنده در جنگ بود اما طور سخنرانی کرد که چهار جبهه زنده که اینا رو ماسره کرده اونا رو کلش در سخنرانی خود دور میزد زد واقعیت دور میزد خب خبر هیجانی هم که آل اسرائیل داد میگه ما نصر الله را زده امریکا و فرانسه گفته ناتانیاهو پیمان خود از زیر پا گذاشت خوی چی است؟ توضیح میدیم فعلا خب اگر در زیر زمین نصر را مورد هدف قرار داده باشند احتمالا حزب الله سریعا نمیتونه وضعیت نصر را تایید بکنه که قانون است حزب الله تا به مثلا ای که کاملا تایید نشه خبر را اعلام نمی کنند نزدیک که فعلا در حد شایعات کامل است اگر بیانیه سریع به تا هزبلا شاید نصر الله اساسا نبوده باشه و کم کم گفتم میشه که چون این چیزی نیست خب اگر تأخیری داشته باشه شاید از وضعیت نصر الله بیخبر باشه <applause> منابع عربی چی میگن؟ خب اولا منابع گفتن که سید حاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی هزبلا به نقل از اسرائیل هیوم او ترور شده است یه هم تایید نشده منابع عربی چی میگن که سید حسن در سلامت کامل است فرانس پرس به نقل از منابع نزدیک به سید حسن گفت ایشان بعد از حملات امروز اسرائیل کاملا در سلامت و امان است برخی از منابع عربی هم اعلان کردند که حزب الله بزودی بیانیه را در خصوص حمله اسرائیل به زاهیه منتشر خواهد کرد اما تنها بیانیه نخواهد بود ما بیانیه های وصلا موشکی را شاید خواهیم بود قانون تو میگه در ایران رئیس سابق مجلس ایران یادم گفت که مسئله اسرائیل به امنیت ملی ایران رب دارد بله اسرائیل مگر کی ماثره کرده ایران ماثره کرده ایران در همه شرایط کنار شبکه های مقامتی باقی میمونه اسرائیل از خط قرمز ایران هم عبور کرد ماجرا جدی میشه این هشدار لاریجانی بود خب البته لاریجانی میگه که در جنگ سی, و سی روزه هم بحران حمله و موازه رهبران به شدت فیلی موجود بود در جنگ شش سی و سی روزه دو هزار و شش. اما در نهایت ازبلا پیروز شد انوز داستان های در پیش است لاریجانی خیلی جالب گپ زده که امیدواریم با پیروزی مردم لبنان ختم شود با ترور رهبر به صورت یک فرد دیگه جایگزینش میشه ای که واقعیت رو تغییر نمیتن با ترور مشکل اسرائیل حل نمیشه اگر میشه تا حالا که اصلا یک جزیره نمونه آرامش و رفاه میبود بود نشد به نظر میرسه که مردم لبنان بیشتر مصمم به مقابله خواهد کرد سفارت ایران در بیروت اعلام کرد که بمباران زاهیه اساسا قواعد بازی را تغییر داده و از قواعد بازی اسرائیلیا ها اما میگن خب یک جنگ در بگیرد تا پای دیگه قدرت ها کشیده شود که فشار سر اسرائیل خب لاقل بیمه شود موجودیت اسرائیل گفت که بر بقا می جنگیم ناتانیاهو گفت دیگه چی بگوید خب سفارت ایران گفت که ای حمله نشان دهنده تشدید تنش خطرناک است که میخواستن قواعد بازی تغییر کنه حالا تغییر کرد امریکا گفت ناتانیاهو از پیشنهاد آتش که به ما وعده کرده بود عقب نشینی کرده نه زیر پا کرده وعده خود این چیز جدیدی بود و ناتانیاهو مدعی شده که کس طرح امریکایی و فرانسوی را که به طور موقت درگیری در لبنان یعنی یک آتش بس 21 روزه پیشنهاد شده بود و اصلا قابل پذیرش نیست او را نپذیرفته بود مقامات در واشنگتن و پاریس که فرانسوی ها هم در این پیشنهاد داخل بودن گفتن که ناتانیاهو این طرح تایید کرده بود قبل از که در آخرین لحظه یک دم یک چرخش انجام داده او را زیر پا کرد و رفت حمله کرد بر زاویه بیروت در بیانی مشترکی که روز چهارشنبه توسط کاخ سفید منتشر شد امریکا فرانسه و نزدیک به دوازده کشور دیگر از جمله بریتانیا و عربستان و سعودی وضعیت لبنان غیر قابل تحمل توصیف کرده بودند خواستار آتش بس 21 روزه فوری بودند حال مقامات امریکای فرانسوی میگن که این بیانیه با ناتانیاهو اما شده بود و یادم بعد از ورود به نیویور روز پنجشنبه که ما انتظار داشتیم که حمایت خود از آتش بس اعلام بکند از تریبیون سازمان ملل و انتظار میره که مثلا روز جمعه در مجمع عمومی هم سخنرانی بکنم و اعلام بکنم مگر نکرد ناتانیو در مسیر امریکا بود دفترش اعلان کرد که حتی ما با این پیشنهادات پاسخ درخور که ارزش داشته باشه ما نمیدیم به خودش به طرف امریکا رفته بود به نیروهای دفاعی اسرائیل دستور داده بود که با تمام قوا حمله کنید ماجرا به این شکل بود همزمان با آغاز سخنرانی ناتانیاو حال دیدیم در سالون حیات سالون بسیاری حی... حیات های دیپلماتیک سالون را ترک کرده بودن ناتانیو در سخنرانی خود بسیار دستپاچه مسترب و تقریبا این سراسر شکوا بود این ای رقم سخنرانی رو شخصا من شنیده بودم بسیار از روی یک فشار روانی بود خود دو تصویر ارائه کردم اولی با رنگ سیاه که یک نقشه را همیشه یک یک نقشه را را از خود میاره رنگ سیاه تشوی که دهنده چیزی بود که او خودش به عنوان محور شرارت نام گرفت در نقشه که سیاه کشیده بود این محور شرارت شامل عراق، ایران، سوریا، لبنان و یمن بود یک نقشه سیاه نقشه دومی رنگ سبز داشت که به حساب خودش دیگه کو محور خیر بود بسیار جالب است محور خیر شامل اسرائیل بود عربستان سعودی بود سودان بود مصر بود اردن بود امارات بود و قبرس بود اینی رقم یک خط و نشان روی روی کاغذم بود و گفت در اطراف از امو تمام صحبتهای های خود چرخان اما بسیار مشوش و برف روخته بود ات گفت که دیگه ما هیچ انتخابی نداریم مثل که کاملا راست میگه نتانیاهو اسرائیل هیچ انتخاب ندارد جز جنگ البته نتانیاهو میگه که ما انتخابی نداریم جز برنده شدن اینی قسمتش یک مشکل است انتخاب جنگ ناگذیر است برنده شدن که از زمانت نمیتونه بر اسرائیل اگر زمانت میشد در هفت سال میشد که نشد ناممکن است این قسمت خب مسئول یک دولت از دیگه گپ خود میزنم خطاب به سازمان ملل متحد گفت که جنایتکاران جنگ واقعی در غزه سوریه ایران و یمن هستند اما نگفت که مثلا در غزه چل یک هزار نفر کدام جنایت کار کدام از این کشته قتل عام کرده ایران نگفت سوریه کرده یعنی حماس خودش خود زده ایران زده ایران نگفت ایران خب اسرائیل میگه ده این نورد پیروز خواهد شد این می قسمت دیگه نه خودش در ای ایمان داره نه مردم ایره قبول میکنه نه به صلاح وضعیت تاریخی به نفع اثبات امی سخن نادانی هو است که ما پیروز باید شویم کل مشکل اسرائیل فعلا امی است که در این جنگ چند جانبه جنگیدن انتخاب شد ناغوزیر از به جنگ اما پیروزی چیز دیگه است اسرائیل ایتو به آرامی وارد یک فاز آرامش نخواهد شد و خودش هم تقریبا امیر گفت چیکت از تمام امید خود ناتانیاو معطوف کرده با صلح با عربستان عربستان خودش ناخون اوگار است او خودش لنگ است از نظر امنیتی از نظر موقعیت خود ناتانیاو خود را دامان عربستان مندازه چشمانداز سل به عربستان بر ما بسیار سو... سا... از بودی به عنوان یک ناظر می تو که چقدر بیچاره شده که تمام پیروزی خود یک شکل در سطح منطقه خود امی به اصلا ردای عربستان سعودی رو شا... روی ش... شانه اسرائیل بیندازن که اگر یک چیز و تغییر بکنه قطعا عربستان سعودی بیچاره تر از اسرائیل است خب میگو بعدا ناتانیو گفت که اسرائیل باید به با توافق صلح تاریخی با عربستان دست پیدا بکنه با عربستان چی کار داری؟ توافق با خود تو باید داشته باشی با خود با, با, با مالکان و سرزمینی که تو اینجا رفته گریفتی عربستان سعودی چی کار کرده میتونه خب مگر خودش میگه, میگه, با عربستان یعنی برکت داره اما دی... گفت که صلح با عربستان پربرکت است وقتی که صحبت میکرد نماینده عربستان سالون ترک کرده بود عجبا خب گفت که برال و محساب خود دیگه خودگفتاری کرد که یک محور واقعی تاریخ خواهد بود که مکه و اوریشلیم آشتی بده آه. اما به اصطلاح ادیان پیمان پا، ترامپ جور کرده بود ادیان ابراهیمی پیمان ابراهیمی او کونه شد او دم زمانش از استفاده خارج شده بود خب من ب... تایمز اسرائیل خبر داد که اسرائیل حالا برای تهاجم در اعماق داخل لبنان آماده میشه خب منتظر چی هست؟ بمباران های وای اینا خو خب اعماق نیست خب. خب طرف مقابل هم, هم میزن آله یادتان باشه که تاسیسات کلیدی اسرائیل که اصلا هیچ کس فکر نکرده اونا خواهد زدن چون بحث بقا هست و اینه یعنی میتونه است ارتش اسرائیل میگه که یک عملی زمینی هست قبل برنامه ریزی شده ولی برنامه ریزی شده از یازده ماه پیش اما در چندین جبهه خب کار حماس مونده کار یمن کار قشت شعبی شروع کرده اینا تمرین میکنن که به داخل لبنان برن به داخل لبنان زمینی اتفاقا ازبلایی ها منتظر حمله زمینی هستن و ایره اینا میدانن و بار بار خود اونها هم گفتن که ما من منتظر تانستیم چرا نمیان خب ببینم اگر برتری اسرائیل در حواست برتری طرف در زمین است خب شاید بگوین که پس چرا قدر تلفات میشه و اسرائیل بسار عمل میکنه طرف جنگ شروع نکرده طرف یعنی از بلا همین محور صبر استراتژیک که میگه این جنگ شروع نکرده یک خب ماسبشان چیست که میگن که اسرائیل باید دنیمی حد حفظ شود دینیمی حالت نگه شود و این برای اینمی حفظ کردن اسرائیل دنیمی حالت که از چند طرف زده میشه فرسوده میشه زخمی میشه اونمون مطلوب ایران و ازبلاس و این برای اسرائیل مرگ است و خب چی خب میگن که برای بازگرداندن ده ها هزار اسرائیلی آوارا و خانایشان در شمال اسرائیل ارتش هدف خود آسیب رساندن به فرماندهی و کنترل ازبلا از بند بردن توانایی ها چیزا تعیین کرده نمیشه از طریق دو راکت که منطقه را زد دیگه ده ها هزار اسرائیلی که شما بیارین پس دوباره فرار میکنه خب برای فعلا ستا تانک ارتش اسرائیل در موترهای بنز تریلرهای بنز ما دیدیم که بار زده شدن میبرن به طرف تانک میبرن و تانک خب مثل یک آدم اخت... مخفی شدن نمیتونه در یک سنگر پت پنهان کردن نمیشه جنگ پیشرفته پهپادی الکترونیک است ای تام چی کرده میتونم خواهیم دید و فعلا دو لوای زخیره را برای مموریت های عملیاتی بسید شده که اونجا رفتن گالاند در دیدار با نیروهای لشکر 91 گفت که ما با نیروی هوایی و نیروی دریایی از بلا زیر ضربه گرفتیم مموریت شما است که از طریق زمین بریم خب رسانه های ابری اهداف ارتش هم میگن که ایجاد منطقه حائل است و کنترل مستقیم ایجاد منطقه حائل در تاریخ لبنان و حزب الله و اسرائیل اصلا یک چیز خیالی است بهتر از بگویم که ایجاد منطقه خیالی ناممکن است طرف با تو یعنی قواعد صلح مسلح اصلا تحمل نمیکنن شما منطقه خی... حایل حائل خیالی رو با وجود میرین؟ نه این چیزا همیشه حرف است ناتانیو میگه که حمله به لبنان ما ادامه میتیم درست ادامه چرا اگر شما ادامه ندین طرف ادامه میده راستی بسیار مشکل است برای اسرائیل که ایران مانده چی بکنه اینا بعد از هفته اکتبر در شش جبهه دیگه سرگرم جنگ هستن اگر امریکا نباشه در یک هفته دوام نمیکنن یعنی جنگ بین مثلا این کل قدرت های غربی است خب ناتانیو میگه دنیا ما را به نسل کشی متهم میکنه در که ما از خودمو در برابر نسل کشی محافظت میکنیم اینا اتهامات غلطی هستن و حیرت زده میشه آدم چی نگاه هم میکنه طرف مستمین خود کسایی که در سالون تکوتو بودن چی اجبار اجبار بودن و زیستن یعنی بچه بهای های خب بر و ایران هشدار داد که من برای ظالم های تهران پیام دارم اگر به ما حمله کنید به شما حمله میکنیم خب ایرانی هنوز حمله نکردن اما حمله کردن اگر به ما حمله کنید چی منو از سه طرف حمله ندارن به وسیله مثلا بازوهای جیوپولیتیک حمله خودش هنوز نیاز نشده خب البته اینا میگن که هیچ جایی ایران نیست که دست بلند اسرائیل به اون نرسه و ما از رگ گردن به شما نزدیکترین بسار یک مبالغه مثلا لفظی بود ناتانیو میگه اسرائیل همچنان چنان ازبلا رو باید شکست بده. بعد از بن لادن اینها بیشتر امریکایی و فرانسوی رو به قدر لساندن خب یعنی اطلاعات ناتانیو در پانه بن لادن چقدر از به نظر شما ما که میبینم اینا در باره بن لادن هیچ معلومات نداشتن دارن اما عکسش میگن خب برالی آدم گای دایش میگن گای دال که دایش کل پروژه به نفع زینی ها بود عالی هم هست ناتانی میگه از بلا یک موشک داشت پس خانه یک موشک در گراج و یک موشک در بیمارستان و یک موشک در مدرسه ها پنهان میکنن اصلا خنداور هستی ازبلا یک ماشین جنگی است هیچ چی دیگه نیست دولت لبنان پر است این ماشین جنگی خاصتا همو چل سال و چل و چند سال پیش علای اسرائیل علی ماشین جنگی اسرائیل طراحی شده اینه پادزهر اسرائیل از این ازبلا کسی که در نقشه یک ماشین جنگی تمام ایار باشه هیچ گا موشک از آشپزخانه نمیبره کاملا دروغ این گپ ما دیدم به شکل چیزای کارتونی انیمیشن درست کرده بودن ای غلط است موشک در آشپزخانه نمیشه موشک در گراج نمیشه اونا ساختارای بسیار نیرومند کوهی تونلی و زیرساختی دارن اگر در یک آشپزخانه موشک می بود خی... خی... باید هیچ اینقدر اهداف 1300 هدف که اسرائیل زده باید به یک زیرو هم زنده نمی ماند نیست پس هزاران موشک در خانه مردم زیر رادار شما یعنی خ... میگی که حتما ش... رادارای شما میگن که هزاران موشک ذخیره شده کجاست نشان بتید یا برو بزنش چرا تمام زرادخانه های ذخیره شده در خانه های غیر نظامی ها را که اولی است چرا نابود نمیکنید خیلی که بیخی خلاص شده که ازبلا پروندش بسته شود چل سال از ازبلا بای ترتیب خیلی که در خانه مردم پنهان شده بود در چل سال چطور ازبلا را شما تعمل کردین یعنی سوالات رو به خاطر مطرح میکنیم که ادعاهای غیر واقعی رو نشان بده چرا چی است این جنگ جنگ انصاف این ای جنگ بر در خط یک بی‌انصافی پیش میره عمل سات یک مدرس سیاست در دانشگاه کاردیف و محقق ازبلایی سلوته یه آدم میگه که اعلامی ناتانیو در باری شکست ازبلای اعلام جنگ عبدی است دقیق آه, تا بعد طول میکشه تو ای آدم به هدف برسه و ای هم اگر برسه اتحام که از بلا یک موشک داشت پس خانه میمارندگاه عملا یعنی در واقع در واقع دو... مثل چیزی که در غذا گفتن دعوت به نسل کشی است در غزه هم نادرست بود در این هم نادرست است این فقط انکاس از ناتوانی اسرائیل در تنزل دادن توانایی های نظامی ازبلا نیست بلکه یک هدف اسرائیل خاطر به نابودی مستقیم ازبلا نیست این مشکل از این است تلاش میکنه که مثلا بافت اجتماعی مقامتی را ریشکن بکنه, بکنه که نمیشه اگر پیشنهاد امریکا چیز بیش از دیپلماسی به اصطلاح قایقای توپدار یا عملی هوایی باشه که اونا در آشی مدیترانه می میکنن باید اسرائیل مجبور به پذیرش امو پیشنهادات خود بکنند دیگه اسرائیل مگر بالاتر از است در صورتی که چنین نشود همه باید منتظر یک جنگ بزرگ باشن که پیش از پیش روسیه و چین وارد جنگ خواهند شد چین گفت اعلان کرد و چی میکنن؟ کمک 8 میلیارد دلاری فعلا به اسرائیل را دادن که دفتا اسلحه و چیزا آماده بکنه تا انتخابات امریکا بگذره عین اوکراین پیروزی خو نیست اما حفظ جنگ مراد مثلا کاخ سفید است حمله یمن به سه نوشکن امریکایی در دریای سرخ بسار یک چیز عجیب است و انوزه جزیاتش نیست گفته که به اصطلاح هیچ ملوان زخمی نشده ردگیری رد شده و ارتش اسرائیل اینال در این حال در خبر آخر میگن که شاخه نظامی اما از نظر نظامی شکست خورده و اما در واقع به یک سازمان چریکی تبدیل شده او یه خب بده شد در سراسر بیانیه ناتانیاهو ما ایتور برداشت کردم که حماس با تمام قدرت از نظر نظامی در منطقه دوباره ظهور کرده است